هستین. من تیم شاستن متصدی و گوینده برنامه خانه و خانواده از تلویزیون زنی خدمت شما و دندر عزیز قرار دارم. امیدوارستم که از ساعت عافیت کامل برخوردار باشین، ولی بازم از لطف محبتتان که شما بیننده تلویزیون زرین هستین و برنامه خانه و خانواده جهان سپاس میکنم از محبتتان و امیدوارستم که همیش بیننده تلویزیون زرین و برنامه های تلویزیون زرین باشین و خصوصا برنامه خودتان برنامه خانه و خانواده. و شما دوستا و عزیزایی که در فیسبوک هستین از شما هم جان سپاس میکنم از اینکه در فیسبوک برنامه را میبینین. امیدوار هستم که برنامه را با دوستا و عزیزایتان شیر کنین تا اونا هم برنامه را ببینن و با هم یک جایی با هم روی برنامه خانه و خانواده صحبت ها و نظریات شما را هم داشته باشیم از طریق فیسبوک. ولی امیدوار هستم که برنامه را شیر کنین. و شما دوستا و عزیزایی که در افغانستان برنامه را میبینین از شما هم جان سپاس، از کامنت های شما، از نظریات شما، از پیشنهادات شما، از گلک ها و قلبک های اکرام میکنین هم مشنسار قدم های خود شما و بسیار زیاد تشکر از محبت علی یک شما. از اولتر من از همه شما یک معذرت پذیر هستم، حساب میبخشین به بزرگواریتان که من در طول 4 هفته برنامه نداشتم، برنامه ایمت تکراری بود. ولی بعضی دوستا هم در فیسبوک نشته میکنن که شدن کاش کنشته میکنن تکراری میبود که البته از پیش من فراموش میشد، من نمیبودم از نوجان از استدیو نشر میکرد. ولی من مسئولیت های کار من نتانستم که در خدمت شما و دندار عزیز باشم، ولی بعد برنامه های تکرار رو میمانم تا دلتان تنگ نشه برام تکرار رو بینین. تکرار رو بد نبود بعضی برنامه ها خوب، ولی به هر صورت از اینکه بیننده برنامه خانه و خانواده و تلویزیون زریر هستید معظم شما جهان سپاس میکنم. از لطف محبت شما همتون در تمام برنامه های تلویزیون زرین شما همکار هستید، هم از طریق فیسبوک، از طریق جلوه، از هر طریقی که میبینین از شما جهان سپاس میکنم. از لطف و محبت هر یک شما بینید دایی نهالیت محترم میکرامی. دوست عزیز باید خدمت شما عرض کنم که امروز اولین برنامه خانه و خانواده سال 2021 است که در سال 2021 اولین برنامه لایف هم است که امروز خدمت شما و تندر عزیز هستم. و امروز که مصادف از بعد 20 جنوری 2021 با شما میفهمین که امروز روز سوگند یا نگرشنه ایالات متحده امریکا بود که آقای جو بایدن حتی وفاداری یاد میکردن و دست خود در سر کتاب اولی خودمان و قسم میاد کرد که بایسی یک رئیس جمهور منتخب مردم امریکا از تمام منافع امریکا و مردم افغانستان دفاع میکنه. و در بیان خود گفت که دیگه در امریکا است بلو استیت رد استیت نیست، بلو استیت میمونه است که دموکرات ها صرف کل رنگ بلو رو میپوشن و زمک نکتای بلو رو پوشیدیم و دموکرات ریپابلیکن ها همشون سرخ میپوشن. و همه را دعوت کرد برای از اینکه اتحاد و همبستگی خود حفظ کنند و چالش های زیادی بود پیش روی داریم. این یک بیانیه بسیار خوب تاریخی داد و که من هم خودم در این روز دعوت بودم، من باید برم ولی متاسفانه رفته نتوانستم. و دوستا و عزیزای ما در اینجا هم در کالیفرنیا هم دوره هم جمع شده بودند که در اینجا ببینن برنامه را چطور تیر میشن، ولی من ترجیح دادم در خانه خود باشم چون وعده کرده بودم که امروز من برنامه خانه و خانواده تیر میکنم. نوصله نور جان رو سر رفته بودم رای من و شما بیننده های عزیز هم، ولی چون مسئولیت های کاری من نتانستم بذارم به مخاطرم من برنامه را روز دوشنبه به روز چهارشنبه تغییر دادم تا برای بعض دوست هم مسئولیت باشه و برای خود ما خوبتر است تایی که من در روز دوشنبه باشم. روز دوشنبه مسئولیت های زیاد هست و نمیتانستم بعد در برنامه را برای 2 ساعت پیش برم و به او خاطر برنامه را برای 1 ساعت ساختم. از نوجان خواهش کردم، نوجان را تو محبت کردم که یک روز دیگر اگر برای من تعیین کنیم بالاخره به این نتیجه رسیدیم که روزهای چهارشنبه این سر ساعت 11 وقت کالیفرنیا در خدمت شما و تندار عزیز باشم برای 1 ساعت که البته شما هم میتونید نظریاتتان از طریق تلفن و فیسبوک هم بنویسین. خدا شاهد است همه شما را من مس کرده بودم، ولی خوشبختی داری بود که در پروگرام های ما چهارجان و تکرار برنامه های خود بعض وقتا خودم میتانستم ببینم میدونم که شما عزیزا هستین و از لطف محبت هر یک شما جهان سپاس که شما اینقدر لطف دارین برای تلویزیون زرین، برای برنامه خانه و خانواده و سایر برنامه های تلویزیون زرین. خداوند همه شما را در پناه خود داشته باشه. ولی برنامه خانه و خانواده که امروز دارید یک روز تاریخ ساز امریکا اولین برنامه خود پیشکش میکنیم، برای من جای بسا خوشی است. واقعا من روز بسا خوشحال هستم. من برای خدمت شما عرض کنم در طول عمر خود که در امریکا بودیم و وقتی که خود شنا کنیم چی باید کنم، من دموکرات بودیم و برای دموکرات ها رای دادیم و کار فعالیت هم کردیم. تمام از های خانواده من دموکرات هست و دوستای خوبم دارم و همکارای خوبم هستیم و زحمت رو میکشم هر چیزی که از دستم شب کردیم و میکنم. و
وی که بعضی دوست ها اگه فجارن این ادار مربوط خودشان است، یک مسلم است امریکا، امریکا یک مملکت آزاد است، دموکرات است، با اینجا مردم حق نظر دارم، برای جا مهم نیست که برای یک نقطه برای همه مهم است که چطور منافع ملی امریکا را باید رفت کنند و ما هم در برابر خدا سوگند یاد کردیم، بس خدا قرار کردیم، وقت سیتیزنشیپ خدا گرفتیم، ما سوگند یاد کردیم منافع امریکا دفاع میکنیم و این هم خانه دوم ماست. با امریکا را من دوست دارم، این که سیستم و دولت حکومت چی است این دیگه موضوع است، ولی مردم نهایت شریف دارن، مردم بسیار محترم و عزیز دارن و ما مهاجرینی که آمدیم در اینجا اتفاق بین ما و یک چمسوز مویزرد امریکایی نیست، هم ما در حقوق مساوی برخوردار هستیم، ولی متاسفانه چون در یه آخر خصوصا در هم گروپ هایی که بعض دوست آخر مهاجرین آمدن که من بسیار متاسفانه هستم تحت نام افغان کارهایی میکنن که شما افغان های با عزت و با آبرویی که سالهای سال در آلمان هستین و اولاد های بسیار با هدف و با تربیت تحصیل کرده کلان کردین، شما را متاثر ساختم. از یاد شکایت ها از دوست و عزیزم برای من تلفن کردن، هم روان کردن کلپ های رو روان کردن که چند روز پیش چاقو کشی شده و زدن و پلیس بگیرن و من پانچا کرش در کس در ایرپورت مسلمان. خب این بدبختی ها هست در جامعه ما، ولی خدا من خودش لطف کنه. دوست عزیز ما بازم برای تمام همکار عزیز خوبی ما که البته در این جریان با ما کار کردن، ما فقط جو بایدنم به شما تبریک میگم و به دوستای امریکایی خود و فرندهای خود و افغانهایی که دموکرات هستند و امیدوار هستم که این تحول در سر موضوع افغانستان هم تأثیری داشته باشه که وزیر خارجی منتخبی که نو درست انتخاب شده در صحبتهای خود گفت که ما سر قراردادی یا تعهدی که وزارت خارجی امریکا آقای خلیزاد کرده باید تجدید نظر کنیم و ببینیم. ما از بسیار مسائل خبر نداریم، ما بی خبر ماندیم. با مدرو وزیر دفاع منتخبی که نو انتخاب کرده جو بایدن و هم در مصاحبه خود گفت که ما آرزوی زیری داریم که سافر خدا بکشیم، ولی برای یک شرایط خاصی است و کم کردن عسکر آقایم از حاکر مقدم تاثیری هم نداره. خود افغان ها همیشان ترین شدن و یک موضوع دیگر اگر مفت من روز در یک مجلس هم گفته بودم در یک زوم در یک مجلس بود من هم اشتراک کرده بودم، امریکا هنقدر مشاور و متخصص و انجینیر و تکنیشن ندارن امریکا بلکه اروپا در افغانستان داره که در رگ رگ و خون خون آفس و دوائر افغانستان یا نفوس دارن. و جالب بود که گفت باش که ما هم قراردادی هایی که داریم، کانترکتر هایی که داریم، مسائل نظامی داریم، تکنیکر ها، تکنیشن ها، کذایی که مخابره هست، مخابرات یاد بود بیشتر از 16,000 نفر میشه پلاس 2,000 پلاس 12,000 از کره نایت و کسی موضوعات دیگه. خب میدونم جایان نمیریم، ولی امیدوار هستم که یک تحول تغییری هم در موضوع سر افغانستان بیاد در قتل و یا خداوند خودش خیر کنه که مردم افغانستان نفس راحت بکشه و نارامی های مملکت ما را هم در اینجا نارام ساخته. حتی بسیاری در بعض وقتا میشنون که بعض کسامی ما از غم افغانستان گریان میکنم، من دیپرشن گرفته و دو خارج امریکا و چرت میزنن سر موضوع وطن خود، ولی کشت و کشتار قتل ترو در افغانستان تا زیاد شده. ولی نمی آخر ما موضوع رو شنیدم که آقای امرالله صالح یک بیانیه داده بود و خواستار شد که برای جلوگیری از این همه ترور و کشتار و قتل عام باید در مقابل از یا 5 طالب یا 10 طالب باید ادام کنیم. من بسیار تعجب کردم، من باید که امرالله صالح رو بسیار دوست دارم و از کارایش خوشم میاد، جوان با استعداد، ولی بعض وقتا چون اینا مشاورین فنی ندارن در کنار خود با مشوره در امریکا هر کاری را که انسان میکند شاید کارهای دولتی یا اسپیس اینا مشاورین دارن صحبت میکنن که من میخوام یک تصمیم بگیرم تو چی فکر میکنی، با اون مشاور برش نظر میکن. مگر من مشاوری از آقای امرالله صالح میبودم؟ من خدا کنه امرالله صالح سازی مرا صدای مرا بشنوم، هر کسی بدانه که می مسیج مرا برش برسانه خانی پدرتان آباد. آقای امرسایی باید میگو در افغانستان باید یک چند قانون لغو شد و از طریف خود رئیس جمهور تا این بر مردم اعلام شد. اگر امرسایی میگو کزی پس هر کسی که به ضد منافع ملی افغانستان فعالیت کرده ادام میشه،
از این پس هر کسی که قتل کرد و کسی را کشت نظر به شریعت صلاح دست خود طالبان استفاده میکند، نظر به شریعت و حکم الهی باید قصاص شد، شریعت الله را سرشون تطبیق میکند، چیزی که طالب میخواهد بکنه. و میگفت هر کس تجاوز جنسی کرد سر طفل و خرد و باید ادام شود. این عمومی میساخت، نام نمیگرفت که طالب، جمعیت، احمد. بسیاری کارهایی است که در افغانستان روز طالبان نمیکنه، این نه که ما بخاطر پشتیبانی از طالبا بکنیم، بلی قدر دوست و رهزن و جنایتکار و آدم کش و قاتل در افغانستان زیاد شدن، اما باید ادام شود. یک لاغ بکشن، شریع لاغ، چیزی که طالب هم صدای خدا که بارگه طالب هم گیر کردی نظر به مشریعت که آدم کشتا ده تا را پرانده باید هم نظر هم ادام شود. اگه یک دوزی باسکل دوان دیدی که یک ما پیشواره خبرنگار کشت، او را باید ادام کنی، اگه تاجک هست، ازبک هست، پیشیری هست. تا که در افغانستان لا حاکم نشه و در افغانستان یک قانون مثلا جدی و شدیدی شدی لا نه به حساب طالب، افغانستان جمهوری اسلامی افغانستان است، اینا میتونه شریعت تطبیق کنن و این در افغانستان ضروری است، این باید صورت بگیره، ولی نه به اساس نه به طالب، نه طالب، این خود افغان حکومت فعلی سیستمی که داریم باید تطبیق کنن و این باید اعلان کنن. شما قبول کنین اگر دو تا میلند اغر و لوچک و موتورسیکل بالا را شما در پایی دار بکشین، میگن ابو طالب هم پایش در نرزم بکنه، میگه از خدا که کشت ما را خوبخی میکشن. بله این که مردم چی اصلا مال شما میتونن، چه مردم هم لازاری رو بند میرمد و کارش غرز ندارم، ولی امیدوار هستم که در مملکت ما یک صلح و آرامی و خوشبختی برای مردم افغانستان ایجاد شد. ما آرزوی ما یک سلی دائمی بر مردم افغانستان است. یکی از گفای جالب وزیر خارجی نویخته این شده که هنوز را اعتماد نگرفته ولی خب میگیره، اون یکی از گفای چی بود که ما تمام دستاورده و حقوق چیزا را در افغانستان از ایش حمایت میکنیم و به هیچ وجه را میخواییم را دست بدیم و از حکومت افغانستان پشتیبانی میکنیم و طالب ها ناراحت هستن و یک تغییر هم میاید به زودی. به هر صورت دوست عزیز امیدوار هستم که شما کرونا را هم جدی بگیرین. یکی از دلیلی که امروز در امریکا در تا یک روز اگه می بود در واشنگتن و میلیون ها میلیون مردم از هر نقطه دنیا می آمدن، از امریکا البته، میله بود و پارتی ها بود و موزیک بود و دیگه بود ساتری بود، دو دلیل شد که ایمانی همه از این کارا شد، یکی موضوع خود کرونا و یکی هم موضوع کرونا دوم آقای ترامپ و یارای ترامپ، و به خاطر اینکه مردم احساس ناامنی میکنن نخواستن مردم تجمع کنن، مردم جمع شد و خلاینا خواست یک حادثه نشه، یک چیزی نشه، به او خاطر یک مختصر بندوازی بسیار کوچک گرفته بودن ولی بسیار شاندار همه چیز بود. لیگ گاگا انتم شانه خانس رو دیمیلی شانه که لیگ گاگا چون ما بشناسیم یک دختر با آسانی بسیار مشهور، جنیفر لوف هست که یک خانه دی بسیار مشهور دیگه شانه سو باید خان صحبت های خوب شد، تجلیل خوب کردن تا میانم میرن میانم دانالد ترامپ رفت ریاست جمهوری رو گرفت. بعد دانالد ترامپ صبح که باید می بود در وایت هاوس از جو بایدن و خانمش وزیرایی میکرد، باز اونا رو گرفتن می آمد در اونجا یه سوگند یاد میکرد، باز از یک میره ولی صبح بر آمد تا تای عشق بجا یک بیانه داد، باز از اون راستن رفت میدان رو وایی برو کنه میری رفت فلوریدا قرار شاید گلف بازی کنن. یعنی در تاریخ امریکایی کار نشده، برای اولین بار امی حادثه تاریخ شش که اتفاق افتید و امروز اولین طبعه اگر نفید گام شده بوده در سال قبل، ولی اولین کسی بود که کار کرد این سبت تاریخ امریکا میشه. با شما دوستا و عزیزم موضوع کرونا رو جدی بگیرین، امیدوار هستم که شما هم عزیزایی که در فیسبوک هستین در البته برنامه را در فیسبوک شیر کنین با دوستا و عزیزایی دان من بیرون فیسبوک ها، ولی امیدوار هستم که کلتان صحت باشین، خانواده هایتان همه تان در پناه خدا باشد و خدا رحم نکنه که کدام یکی از شما دوستایی که در فیسبوک بوده باشین در مریض کرونا هسته شده باشین، اگر شدیم که انشاءالله وقت دیر شده باشد، ولی از همه شما جان سپاس میکنم. ولی باز میم سر یک موضوع اجتماعی گپ میزنیم که هم توصیل دارم من به جستم که فیسبوک ببینم از دوستا و عزیزا شما دوستا رو ببینم که شما تا تشریف دارین قربان سر همه شما
فوزی جان، مهم جان، فرد مایه، میریه جان سلام، فریپا جان به شما هم سلام احترام برسه، فوزی جان به شما هم تشکر، سفیر جان بار به شما هم سلام و صد سلام در برنامه آچه جان بیدیم شما سالت کرده بودیم، سلام جای جان بارگزه عزیز به شما هم سلام برسه، از این جان قمیم به شما هم رضا سلام احترام برسه، تشکر از شما هم خیلی سر و شما هم تشکر مرجان صدیق برادر نهایت بزرگوار و دوست داشتنی از محبت شما یک جهان ممنون لایک شکر سرحال هستین و شب دیم روزای چهارشنبه برای شما بسیار روز خوب هم هست امیدوار هستم که حتما روز خوب برتان باشه همیش خدا اون روز خوب برتان بده اشکیلا جان به شما هم سلام احترام آدم برسه شفیق جان عزیز به شما هم سلام احترام صد سلام زکی جان به شما هم سلام فاوز جان به شما دلابری صاحب یک نفر خراسانی جمعیتی رفیق وطندار خدا با چاقوی جنونی شهید کرده و فعلا در دوان اونجا دلابری صاحب مشتک یک نفر خراسانی جمعیتی رفیق وطندار خود را با چاقو در جمعی رو مشونید برای من مشتک کرده بودن تشکر زکی جان فریبا جان به شما هم سلام برسه عمر جان صدیق بازم به شما تشکر شکیلا جان جان صدیق جای جان بارگزه نره تکبیر الله اکبر اونا بوده باید قصاد شد و نره تکبیر هم بگن که کم کاره را که خود طالب ها میکنن که بگن حتی صلاح خودشان برای خودشان باید استفاده شد و یکی از رازهای برد مبارزه است دو نظر شما در باره ادام شریف قابل قبول هم است و شفیق جان شفیق جان بازم شما جاوی جان تور جان و عزیز شما هم تشکر و سال لطف کردیم برادر ازنی تور جان شاید کارم برم سال رفیق جان جانیم است ایز لایک مای بادی گفتی امریکا سال نازنین بشه است یک بچه بسابا خوش صحبت، خوش خلق تشکر از این جان که تور جان که برنامه با چند دوستای شیر کردی شکلان جان رشیدی سعید شما هم تشکر حاجی غلام فاروق جان سلام و عرض ادب در حفظ خدا باشین جان مدام سما جان چی آدم برنامه جانسن نکسن تشکر جان باید من تور جان برای من مشتک کرده که چی کارهای شده بود جمیل جان به شما هم سلام سلام خب برس رو دوستا باید به شما سلام برسه بیم که سر این موضوعی دیگه از صحبت میکنه موضوع از این قرار از دوستا عزیز که ما افغانا خب به صورت کل ما بسا خشن هستیم یک سره زود تصفی میشیم زود قار میشیم زود تمپر ما خراب میشه ناراحت میشیم این البته قطی ما آمده برای که از یک تعداد کسایی که ما در افغانستان کلان شدیم از اونجا یاد گرفتیم اون بزرگای ما در افغانستان بسیاری از نمپر خراب داشتن اصاب خراب داشتن قار میشونن در گب زدن نایم ماندید خورد دستی میشی گم شوهر ندارید در مقابل کلان گب نزن از این موضوعات بودم ما هایی که ما در اونجا کلان شدیم از این سیار زیاد دیدیم بایی که در خانواده ما نبوده چون پدر ما بود بادر ما یک آدمی تحصیلی بود بلی اکثر منصف بود یک اسکف بود سال درمی با دیسیپلین بود این تو کنون با شکل اسکری بود کل چیز پار کار اسکری بود دیسیپلین اسکری بود به اون خاطر خود شما آدمی نبود که آدم بی دیسپلین باشه و یک جنرال بود و کانر بود ولی زیاد در خود خانواده های ما مثلا کاکا ماما حالا و دیگه بچه های خانه یک تپر خراب داریم ولی در افغانستان بود یک خوبی بود که اما هر کس در موحد و حدود اندازه خود یک کار میکرد مثلا یک دکتر بود اون کار دکتری خود مصروف بود یک زن منصب بود اگر تانکیس بود در تانک مصروف بود اگر او پیلوت بود او ای مصروف بود انجینر در انجری گری خود مصروف بود نجار در نجاری خود گلکار در گلکاری خود هر کس یک لامنان می آوردن در خانه خود شوق یا خوب یا خراب هیچ کس شوق کشنه نمی خواهد بید گدا و شار می دید از یک لامنان دو تانان خاشک دارا از خانان خاصه افغانی دستی می بود باز یک دو نسته گندنگه که گرین انین و گشنی چه دیگه در زیرک بغلش میره و از اون تانش ترون که میشه صدای میگه بگی سه بگه لقمه نان که نان داغ و گرم است یک مردم دیگه بود یک فضای دیگه بود یک صمیمیت بود یک دوستی بود راستی بود صفا بود محبت بود دروغ نبود فریب نبود ملا بود اون مسجد بود من اون مردم مال برای ملا هر کسی یک
نوبتش میرسید میگفت حق شب حق نان ملاز اثر هر خانه بود باز چک چلیلکش میاد تختر میده از خاطر ملاز افوز هر کسی چیز خوب و موشا که نوبتش میرسید تهان میکرد که بان ملاز شکمش خوار نشد بیچاره اون بان ملاز درم ورسان مسافر بودن از روایت اطراف میامدن در اون مسجد یک خانه اگه اتاقک داشت یک چلیگک داشت که مدد کارایش میکند دیگه دیگه کار نداشت ولی حال نظر با وقت و زبان ما هم مردم افغانستان هم ما سیاست مدار شدیم، دکتر شدیم، انجینیر شدیم، قانوندان هستیم، پالیتیشن هم میفهمیم، رابط بین المللی رو میفهمیم. هر کس شما ببینین وقتی که می آقای فلانی خان کارشناس امور بین المللی، فلانی خان اش نماینده ارشد ملل متحد در رابط بین المللی که بری گوگل کنی پیدا کنی یاره یک چیزی رو نمیافی. در جای کاتب هم نبودم. در مساجد ما به یواز که در منبر سر چی کم سده شود که ما را در رای خدا هدایت کنند دید بر هدایت از نمی خانواده های ما شما شاید در بین فامیلایتان خودتان داشته باشید ما اینقدر یک مردمی از سود خودخواه بعضی ما پول نه خدا را خدا کل بر نخورند ولی عالم لا را میبینی سیاست مدار است چلی را میبینی سیاست مدار است یک آدمی که هیت مسلکش نیست میبینی که از مدیگان رو به تویزنون بشنم بعضی کسایی میگه وقتی سواد زیر آدم میبینه تر از که بود کنه نیشنه سر مواسطه ارتباط سر موضوعات دیگه رابط سیاسی امریکا و رابط سیاسی امریکا رو با دنیای صحبت میکنه که چی میکنن که بالا لو بوی به برکت چی گپاش یا مت در مسائل خانوادگی بعضی کسا بازار بازاری که یک نظر مزخرف میتن که به واسه به نفع یک آدم باشه هم زندگیش خراب میکنن زندگیش از بین میبره ما باید محل و حدود خدا بشناسیم دوستای عزیز اجتماعی، سادگی، سرگرد مسائل اجتماعی جمیس و وطن ماست شما ببینید که بزرگای ماله در می تلویزیون ها میبینیم سب مشکلات در بین خانواده ها خلق کرده شما قبول کنین این می کسایی که شما در تلویزیون هایی رو میبینین و یامین بسیار عصبانیت و به بسیار جدی از طالب دفاع میکنه و به ضد نظام افغانستان و به ضد کسایی که طرفداری از نظام افغانستان میکنن یا صحبت میکنن هر کسی که از خشونت صحبت میکنن ولی هر کس باشه هر کسی که عصبانیت میکنن خصوصا نمیتونی میتر مردا که میان نمی تلویزیون شما قبول کنین که یا در زندگی شخصی خانوادگی خود تا گلون در پرابلم خلق هستن ما براتون قسم میخورم که زن یا اکثر زنایشون الهیشون کدن یا زنایشون از دست زیاد تا اینین جرسیده یا یکی زنای از یاسر از یا یکی ظلم کرده و یا را غلام گرفته اسیر گرفته که در خانه خود صدای خود کشنه نمیتونه که زن خود چیزی بگوید تو خودم زنم تو شش زن داره که چیزی بگوید دانش میزنه و یا بعض از این مردا شما قبول کنید دلتان خوش هستید دلتان خفت خدا شاید است که خنده میکنم ولی نفرت داره که تو را میبینه لبسرین میزنی آرایش میکنی لباس خوب میپوشی یک جایی بیری ایل زور میده اگر از طرز گفته نتانه در دل خود خدا خورده میره خورده میره خورده میره با سر اولاد بانه بگیر سر ازی بانه بگیر سر ازو بانه بگیر یک نه یا باز این بچه کاکای در دو میزنه گو دو رو نمیزنه و میگه که این باید پدر فلانی فلانی قوم گیرت رو بوده او رو دو نمیزنه او رو میگه ولی در دلش خودت هستی او تره میگه و این همین مردم هایی که میان در تلویزیون و این چهره های تکراری 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 که هم میان و یک آدم برده ای طالب گف میسنه هر کس حق نظر خود داره یه نظر میده راجعی به اجتماع یا خانواده حق مسلم یک کس از نظر بده و یه آدم میگه از علم هم گف میزنه از دانش هم گف میزنه از دین هم گف میزنه از قرآن هم گف میزنه از آیات و قرآن و حمزه و حدیث هم گف میزنه از اخلاق پیغمبر گف میزنه من یک تلویزیون بلیمللی یک آدمی رو که پیچ از او گفت زد من با معذرت این بیناموس میگه چی گفت یا بیناموس هستن یا وطن فروش هستن یا خائن هستن یه سیکولر هست ایست 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 همین چیزی که از دانش مبره با برنامه سازم دست خواهی گرفته گوش میگم اینه تلکایی ولی یک چیزه باید بفهمانی مردم ها ایره ما براتون بگویم دوست عزیز هر کسی که ناموس داشته باشه و عزت و ناموس خود داشته باشن او رو بی‌ناموس نمیگن کس دیگر بی‌ناموس نمیگن تا که بی‌ناموسی در خود ندیده باشن
اون او آدم ها بی ناموس هستن. مردم هست حق دارن، هر کس اختیار خود داره. ولی اگه سن ما کس اسلام به زور تحمیل کرده بتانه که ازمی خدا و باید دستش باشد، چون ما خودم در وجود خود خدا را میبینم، ما خدا را اسم میکنم در چارد و بر و گوشه و کنار خود. تو که خرستی که نمیفهمی، این پرابلم دین و خدا و قرآن نیست، این نادانی خودت است. تو که نمیفهمی که خدا چرا چشمت را داده، تو که نمیفهمی که خدا چرا زبان داده، تو که نمیفهمی خدا چرا گوش داده، تو را نمیفهمی خدا هم پای مخیر میفهم که خدا هم به من لطف کرده، به لطف و کرمش سرم فدای رایش که من این چشم داده که من این زیبایی های طبیعت را ببینم، این خوبی ها را ببینم. یعنی من هم از گلکین خود سعی دارم پامتریم شماله که اون معلوم میشه درخت هم از این لذت میبرم، از زیبایی انسان لذت میبرم، از فضا و آسمان و معتاب لذت میبرم. این زبان خدا برای من داده که الفاظ خوب بگویم، مردم شاد بسازم، مردم خنده بتونم، گوشهایشون نوازش بتونم. اینه برای توهین و تحقیر کردن ندادم. این گوش خدا برای من داده که من خوب بشنوم، صدای بلبل بشنوم، آبشار بشنوم، موسیقی اما چاسر بشنوم. کسی ما وزیاد مشنوی شروخی کرده و زمان ارماندار باید مشنوی صدای نیه بشنیم، لذت ببریم. موسیقی آرامش خاطر انسان میتنه، موسیقی مغز انسان مساج میتنه. ولی تو که نمیفهمی جاهل هستی، این خوب گناه خدا نیست، گناه ما نیست. ولی نمی مردم هایی که در خشونت هست یا یکش قرار نمی کنن، این چشم هایی ها فکر میگن برزی دادشون بر زنک بازی، سنو پای زن سر کن، با مذرت جان زن سر کن، بای می پالا که چیز خراب یک کس را پیدا کنه، کل نقل کنه، بازی زبان را برسید که باز بیای توهین کنه در تلویزیون ها مردم را بی ناموس و وطن فروش و خائن بگوید. گوش را برسید دادیش که ملا در گوشش آزان داده بردیش که برو که رو آخرت دست که آخرت را نگاه کنی، دنیا به درد نمیخوره که دنیا گذشته است. این دنیا برای لذت بردن است، برای عبادت کردن است، برای همدستی است، همگرایی است. ما یک دیگر باید دوست داشته باشیم، ما یک دیگر باید به آغوش بگیریم. پس برای خدا شما از من مقام منبر شما میشنین یک امام، یک کسی که خدا ادعا میکنه معالم دین هستم، میایه به یک کتله بزرگ مردم افغانستانی که با عزت با شرف هستن، یا من میگم ایش یه افغان ها یه بی غیرت ها در افغانستان زنهای خود دخترهای خود میبرن در قطعات عسکری امریکا برای امریکایی ها پیش میکنن. شما خوب فکر کنین، خوب پیشتان اگر از فکر کنین کای همین امکان داره. آیا تو ملای جاهل تو رفتی دیوی بیس بگرام کنم وقتی که آدم نبود کی والا که اونجا مدرایی یه امریکایی از خود لا دارن و غول وقتی که یا در وظیفه می باشن حق مشروب خوردن ندارن، زرکبازی در درون بیس خود کردن نمی دانن که بر از یا ببرن دخترها و یاره سرش بفهمم درام گیرش کنه از بیت میکشش. ولی تو برای مردم خود، برای مسلمان های خود، برای برادر افغانت هم که جان میتن در رای وطن شهید میشن، تو میگی یا بیناموس هستن. هر کسی که گفه میزنن خودش بیناموس هست، خودش سر ناموس خود اعتماد نداره. بسیاری از این مرد ها آنقدر یا بدگمان هستن سر دختر خود، سر زن خود، که خدا شاید است که شما با یک مرد این مثلا دوستتان است، یک محفل که یک مرد دیگه خنده کنی، یعنی می شوارد می کف از ارتراک می شد بلا می کرام گرم است می میگه زن چه خنده خنده داشتی که تیسو چون نگه او علی نشده تا حاله می ارتباطات زندگی رو نمی فهمم. چطور امکان داره وقت وقتی که یک زندگی زناشوری است، زندگیش زناشوری که اگه می اعتماد نداشتی، اگر مشکوک شدید و به اعتماد بودید، زن سر شوهر، شوهر سر زن، او زندگی به درد نمیخوره. او رو باید در ترش پرتی دیگه از رای تا برو پیدا که بود برسید. یک تعود است در زندگی، خود نکاح یک تعود است، یک قرارداد است که با یک دیگه انسان میبنده و تعود میکنن، سوگند میکنن که متاخره مرو با یکی دیگه
پاک میمانیم و راست میگیم و دروغ نمیگیم. آیا کل مردا و کل زنها افغانی کار میکنن؟ نمیکنن. ایتان و مردا نیست، بازم دو زنها به تو جلس هست. که اگر یک مرد ببینه که یک زن یک مزاق کده و یک خنده کده، زن زن تره میشه. چی چشمایی تو تیز تیز کده بودی شما زن؟ بگرم من میدم خندگر خندگر که خدا میکسن در وقت بزاره تو را کنه در حال که چه هم نبوده یک صحبت انسانی بوده رابط انسانی بوده سوشل بوده ما هم ایدیال گرفتیم که چطور با مردم رابط داشته باشیم و یا از من برم به امار تبین کن مردم جاهلی یه نمی مردم هایی در تلویزیون میگه که یا قار هستم حقوق زن کدام حقوق زن افغانستان که افغانستان رسپی خانه گرفته که خبر نگار است خاننده چی بدرد میخرو چی بدرد یا یک زندگی خراب و گنده در خانواده های خود دارن کنم زنی بچاره شد که یک آهنگ هم میشنه سر از یابند میخوره که میگه اگه آهنگ اگه آدم چرا آمد ولی رو خوش آده بره چرا آقای سلیم خوش آده چون یا تکلیف روحی دارن یا مریض هستن اکثریت از انسان ها یا درون مریض هستن عربستان سعودی 80,000 عسکر از عربستان سعودی کدام روز شما آمدین که گفتین یه عربات زنها و دخترها خودم میبره در بیسای عسکری هم امریکایی چرا نمیگی؟ عرب از من از عرب در بی غیرت پس مردم در تاریخ دور از پیغمبر ها ویاش باشد تیر نشده از اون یاد نمی کنی در کوریای جنوبی عسکر امریکا افتاده خیلی توی که مردم کوریای کل زنها خودم میبره در بیسای امریکایی تو ما مردم افغانستان از ما هم کده خورتر و پستر میدنی لعنت خدا بسرتا جاپان، اروپا اجتماع را خراب کردین، خانواده ها را تباه کردین اینوی تبلیغ نادرست شما زندگی های مردم تباه کرد رفت مردکه زن خدا کشتن از به فتبای غلط شما و یک تدان مردم سک مریض ما داریم در بین خود که با مجرد دکه بدیش بم رو میکفه نه شما هر کدامتان ما دارم شما دارین در خانواده های ما یک آدم موزد یکی دو دانه هست که می کل خانواده اینم تو چه حق میتن ولی باید همین تو انسان ها را از زندگیتان تیره کنیم دور کنیم تعوین کردن تحقیل کردن خود کردن ما انسان هستیم دمیت یک شرایط کرونا کالت بعد ما هست کنگی در تشویش در پرابلم دلتنگی پرابلم های زندگی دینی هزار نو مشکلات ما فنا داریم بوده ای دوان اصلا این طالب ها رو بگی بیا با پرار رو بگرید و دیگر یا همه بودن ها رو کلی خدا زیر خواهد کردن خود شما کسی رو ندید خلش کرد دیگر مردم هم یارو نمیبینن پا چهار بر بزن بیا شریعت اسلام شریعت اسلام به اساس قانون من پیشتن رو گفتم با این نمی صلاحی رو که یا میگن که شریعت باشه در افغانستان سعی باید شریعت دور کنه حکومت و امر رسالی جاری کو شریعت اسلامی را جاری کو با خدا کل مردم پشتر استاده میشه همین طالب هم دانش خواهد دواد من کالمه چی بگویم آل دیگه آل من چی کنم اینه یا شریعت هم میگنن دازه میگیرن آدم که حالا زید قصاص میکنن دست میبرن رابط چنو گم کردیم مملکت اسلامی جمهوری اسلامی قضا داری حاکم داری پلیس داری دیگه داری شریعت حاکم کن یکی برای رئیس جمهور غنی بزرگ کوریم تو شیشی در کنی از تر صدایی تا نمی کشید من اگر خودش ور بتی چهار فرمان صادر کن برای مردم افغانستان بخوان در تلویزیون بگو سر از 24 سبب بعد قابل اجراز و من ببینم تو در 15 نفره تمام طالبه نی که طالبه گیر کنی و چپک کنی و بکشی و بدون محکمه کل دوزاره از الف تا یا از الف تا یا که اگر بچه وکیل بود و بچه وزیر بودی مانا نداشته باشه یک گارد قوی نظامی بساز که در پیش سرت استاد باشه که کمی که صدا هم آدمه که وکیل آمده اون وکیل هم کش کدام آدم اگر در ظرف 15 روز اگر تو آدم در کابل دیدی کشته شد بازار چی که میگی بود ولی نه چه تنها طالب ها بیایی بگوی طالب ها رو میدان میکن نو امرار جان سالی جن را همه گیره کل همه مردم اکسان شریعه لای با اون خود افغانستان طالب کس که اعلام کنه که تو نمیتونی شریعه لای با این مانا نیست که تو زنها رو برو در خانه بزن رد بپس یعنی دیگه نکنین مدباد نمکتب نیست
شریعت الله را شریعت که تا قانون تطبیق کنین در یک مملکت وحشی، یک مردم سرکش شد دوز آدم کش بدرین قانون است باید تطبیق کنیم. یختم از طالبان نیست که طالبان به اشاره لاره کام میتونی نمیده پیدا جور که یک دست امر به معروف نه ننکر درست کن دست چوکات از این که جزای ناقی ناقی رو جور میکنی از ملاقایی که طرفدار دموکراسی و آزادی است از ما یک سازمان برام امر به معروف نه از من که تر بود یک سازمان از ما خلاص شد که دانشون و وقت دیگه چیزی یاد نداره خیلی نمی شهری الله را به اسمش که بگیری امر به معروف نه از من که بگیری دیگه طالب چی داره به بگه انجینیر است ای دکتر است ای ساینتیست است ای پروفسور است ای جنرال است ای ارکان حرب است یا دیگه چی کنه غیر که میشن نسوار خدا پرت چرت بزنه فیلم رو آره راه خدا بگیرن بنن یا پس پاکستان که شما داره خدا اونجا قرار زندگی کنه یا خیلی چند چیزه داره و اینو شما نگاه شریعت اسلام میتونید در مملکتتان جاری کنید چی نقص داره امر به مال نه نه که کلم کپ نیست پس از بنی کیا هدایت میکنه از بدیا دورت میکنه چهار تا چهار تا لندقر را گیر کرده بودی از اون قانتون نمی پایای دار که در پل باقمی کچالشان میگدی و نشتان میگدی که شریع الله قصاص است یک قصاص شد چهار تا طالب دیگر که اقرار کرده بود که ما فلانی آدم پران نمی در پولیش کچال میگدی من داختی که اینی طالب، اینی جمعیتی، اینی بغمانی، اینی بنشیری باز تو میدید چطور حاکم قانون حاکم میشه در افغانستان نمیشه در این مردم این کارا نمیشه در افغانستان شما و شما دوستا و عزیزای شما کسایی که از اروپا و امریکا یک روز که میمورین میره خون قبول داریم یک روز که میمورین با خدا پیش خدا مسئول هستید شما با حیات 30 میلیون مردم شما بازی میکنید هیچ کار گزید نمیشه به یک کس خیرات روان کو یک فامیل کمک کو چرا میایی شما ریسپی های سیاسی از هر نقطه دنیا به حکومت مقت باشه و این نظام به درد نمیخوره و این نمیشه و تا که اشرف غنی من طرف داره اشرف غنی که نمیکنم تا که اشرف غنی و یا عبدالله عبدالله و سالیست نهاشه و وی دیگه راه نداره این یاد امریکا خودش در امریکا شده در پیسی و فیر یک روز کار نکده در زندگی خود در نمیجه زده 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 نوجو جان خود کده تو سر زمینش در افغانستان گم میزین سر مردم میگه در نام میگه داستان شرم کنین یک سرم این وزی که مردم ها وصل کنین شما فصل میکنین تو فکر میکنی از اروپا آقای ساقزه آقای زیای چطورکایی کم درد و مرد درد تو دکه نام دارن که پروفیسر دیگهش که میخزد نامش میاری آدن مویاش از خو خریده این از خو میخزان از که پوش از زنش آمده بندو خانه میکشی میبور بور بدار سر سرک گپ زن که مال از خو میخزن فرادی سر نیمش را بیو خستم گایش شمایش بر کرتی بی گرفتم باز از خانم زنش میکشش میبور که جمال مقال آدن نگه زن من داشته باشن یاد ولی آفرین او زنا که دیزم تو مردا یا زندگی میکنن با خدا که یک زنه که سات مرد که ساتیر نباشه خندروی نباشه یک مزاق خنده نکنه یک دیگه نکنه ولی اگه اون مرد بدردان بخوره ایستم براتان بگویم یک مرد بورین چی بدرد میکنه یا یک زن بورین چی بدرد میکنه زندگی لذت بردن زندگی کیف حالا زندگی زیباست از زیبایی های زندگی باید استفاده کنیم ما همه زیبایی های دنیا را یک طرف انداختیم همین کانسنتریت کنیم سر این بدی هایش خانواده های عزیز ما براتون بگویم دیریم این شرایطی که هست که بسیاری های ما قید هستیم قیود هست دیگه هست نمیریم میترسیم این برای خصوصا برای بزرگ های ما بسیار دل تنگ کنه هست ما شما خب میریم بیرو میریم میریم خب موتی هایی که مراحت میکنیم باید بکنیم خب کار از روزگار از چی باید بکنیم اینه ما این نمیده شرایط سفر هم کنیم یک بار هم نیده بار هم نیده سیست چار دفعه ولی رفتیم خب زندگی گونه هم خدا نگاهی ما کنن ولی راست بگیم ما مجلس هم کنیم ششتیم تو منجز کلان لی با دوستیم با بدرم خوانم خنده کنیم مساق کنیم نمی دوستیم پیشتر تورجان شالیکار میگفتم دلنگ بود یا گون وقت میاد ما خانه باشم که اگر نباشم جای سفر چیز نباشم یا دای نباشم و زن میزه میشم بیاید اگر قدم اولی ما میشینیم قرار موسیق میمانیم قرار کایت خدا میکنیم در میکنم کارفون یا خود گرم هست همیش ما خوب گلام دارم در اولی خود زندگی بر لذت بودن است
یعنی ما خود ما مربوط خود انسان است که انسان چه قسم زندگی خود درست میکنه. یک زن مردم گفتم یا در تشنج کلان شدن در سبانیت یا زندگی کردن خوب تو رنج میتن. خدا شاید شدم فامیلای تن در کسایی باشه وقت اکتر میبینه که یک خانم سرشار خندروی ساتیر مزاقیستی او موریانه وارو خدا میخوره موریانه واره. ولی با همیتون انسان ها نزدیک شدن کار درست نیست. من خونه میتونم من هیچ که یک آدمی بی منطق بورین که کلم باره پیش مره چی بگرده که باشه چی رو پیدا کنم ای چی ارتباط نمیرم وای چرا می وقت پای نکه وقت خود که خانم خنده نکنم مزاق نکنم من خیلی خانم خنده و مزاق جوک میکنم که شاید که یک رفیق مرد خود نکنم وزیک دیگر بسر نمیبینیم از دیدن یک دیگه خود بارین نمیشیم بخاطر از اینکه نه او سر ما به اعتماد است نه ما سر از او به اعتماد است اولادای ما پیش ما تلویزیون خانه ما پیش ما با مردم ما داریم آدم بعضش جوری میکنیم مرا بکنم تو بسار نزدیک فامیلی باشم وقتی بخون کنیم مرا اذیت میکنم وقتی نزدیکی نمیکنم بخاطر از اینکه عمر این ترکوری میگذر این گفتم مربوط ما میشه که چه قسم از زندگی برداشت میکنیم من این گفتار که میزنم به این مفهوم نیست که خدای نخواستم و شما را نصیحت و وصیت چیزا کنم این نظر شخصی من است چون من یک برنامه دارم صرف به خاطر خدا شاید است اگه برنامه رو بگویم من یعنی سال 16 هم است سال 16 هم است که من در امریکا برنامه دارم برنامه خانه و خانواده دارم و از سن 18 سالگی در افغانستان در رادیوی افغانستان کار کردیم تا زمان داود خان بعد از داود خان گدبدی آمد برکن امیری فرار کردیم کل زندگی من اکثریتش در مطبعات و با مردم بودم با من مردم خود دوست دارم و مردم افغانستان سام مردم بایزت هم هستن ولی من که وقتی میگم سام مردم بایزت خوب هستن من میرم این به سالهای قبل من از اون مردم زیاد صحبت میکنم حالا مردم های خوب هست تو نیست ولی او آدم ساخت بود حالا اون خانواده های خوب هست ولی زمان خوب تر بود یکی بعض کسا خوش دارن یا ندارن مربوط خودشان هست ولی حالا من اینه خدا شاید است کردن و تا من این وقت برنامه رو که کم میکنم نور جان از مپسم کرد که چرا وقت برنامه رو گفتم ولی نور جان تو مچ استثاد بر من نمیتونم دو ساعت ولی یک ساعت نگاه میکنم به خاطر از اینکه شما بیننده خود دارم یا خوب یا خراب یا توهین میکنین یا دم میزنین یا برنامه را خوش دارین ندارین من که شما مثل خانواده ایم واره شدیم شما رو من این پوست بایم فیسبوک یک آن تایزه نبینم خدا شاید اسمت سرطان فکر میکنم خدا کنم میمیم خوب باشن شما جز پارت زندگی ما شدیم من برای مثال سخت است که شما دور شد خوش دارم که دیتان باشم میمان خانواده هایتان باشم اگه اختلاف نظرم داشتی من هستی اگه انسان معقول و اگه ده تفاهم نظر نمی کنیم گپ می زنیم بیرون از اینکه دیگه توهین کنیم توهین کردن صحبت کار است توهین کردن اینقدر بد چیز است که آدسایی شما تصور تنم می تانیم می فهم می فهمیم ولی من خود بس توهین صحبت می کنم و این وقت نمی خیلی پس رو توهین کنم و یکی که باز اگه آدم دست زدن داشته باشه بازی کارا داشته خوب بود که باز آدم شفقات جهالت میره دیگه اینه چرا آدم آدم جاهل باشه حالا نام خودم سا خانم های نازنین داریم دوی اروپا و امریکا پاهال هستن برای وطن خود برای مردم خود برای خانواده های خود کمک میکنن دوست های بسیار خوب دارم این شکل ها جان زدرانه همیت از دوست های بسیار خوب مزدن این یار اقه زن فحال هست نام خدایش این قفال است که سه او روز نمی غم به وطن خود مملکت خود است به خانه تا افغانستان یک سازمان دارن رود تو لیت افغانستان کمک می کنن مثل از دیگر خانم هاست دیگر برادرهای ماست غلام جان فدا هست که از زیت اقادری به کانفرانس ها دور می کنن مثلا من دمیم مردم هایی داریم که بسیاری های زیان متوجه ازیز چطور مردم ها وصل کنن ولی تو زنان داریم که در بعض پروگرام ها من برادرای مجاهدی ما مجاهدین طالب ها برادرای عزیز ما اون آوار خدا ها نگه تو تشروعات برد می تر که او زنم که اگر بشناسیش الله خدا نیش چوی چقسم از پیش ازی گریز کرده
این چه قسم یک زن خواهد بوده باشد؟ یه از مو زنهاییست که شما خانمایی را که مثلا پیشتر گفتم که از را مقبول باشین، فیشنین باشین، کاکه باشین که ببینید تان روزار طرف میشه. او برای شما برای جزای شما چی میکنه؟ طالب میگه که میگه من زب از یا باز طالب میکنه زور خودش نمیرسنه خودش کده فیل کده نمیدارم او میبامه که برای زی که شما را از زمین نمانید که دبسرین بزنید نمانید سرخی کنید نمانید ریدش کنید بود یکانه وسیله سرای دست داد طالب است بعد از برادرهای مجاهد میخواد طالبات پا میکنم که من در این دقیق خانم آیدان است من هیچ مخالفت ندارم به خوارهای من که جاب دارم به همه احترام و سلام و درود برشان که میره سپکت دارن اینه میره برای خود یک راه درست کردن اما جاب خود نگاه میکنم عقل مسالمش است ولی که بیای یک آدم دیگه به زور سر توی جاب کنه ما مخالف بزرستم تو حق مسلمت است دمی امریکا هم ننای از یارک ببینی از ما مسلمان ها که دیگه جاب خوب تانه دیم سر از تا پایش هم کنم چی در کشتان های کشکش ها واقع باز بسیاری شام نمی کنه شوار هم نمی کنه ما زندگی خود بکی بازم نن می باشن و درهای مثل بیر میمالی هم بارم میگه زندگی کنیم کسی ممانعتش نمی کنه ولی باز تو بیایی به زور بوی یا چیز ره که هید در اسلام نیست در هیچ هید دمی اسلام نیست هید دمی قرآن نیست هیچ رو پوشاندن هیچ نیست هیچ از که موی به پوشان چیز نامده اجاب در اسلام آمده قرآن آمده ولی اجاب یک پرده است این بخاطر خانم های پیغم سر سیاز تو دراز من در اون نمیرم چطور شما فکر کنین بعدم داره عزیز خود دارم پیش خود فکر کنین تو مثلا در خانه ما بیایی میمان بیایی تر مثال تو میبینی که در خانه من کوچ هم از دگام هست میز چای پرو چای هم از دگام هست دگام هست یه دفعه تو بر من بگو این که تیموشا جان نمیجی یک دوزان چاو کوچ میمونی یک میز یک چاو خب میگه چشم خدایی اونه میبینی اونه کواب چام هست شیشتی سرش این یا میز هست این پیشوی که ما دیگه چرا مرم تکرار میگیم مرکه را غول کردیم و اینا لیده بیم ببریم به 1400 سال وقتی که در او عصر زمان از آدم تا خاتم کلگی در او منطقه از طفل گرفته تا پیر جوان کل دام پیرانای دراز میکشنن کل یک سرای خدا بسته میتر زن و مرد به خاطر گرمی و ریگستان زن و مرد مگر درو می خو بریم اون فرمای تاریخ رس این فرمای حضرت ابراهیم علیه السلام چه کنم این فرمای حضرت عیسی رو فرمای خو بس از تو جوش شما یک آدم می سرلوت می بین یک آدم می فهمید که در نداشته باشه کل شویش داش کل سرش بود بود و در زمان پیغمبران یعنی فکر می کنی خداوند بر پیغمبر روان می کرد که پیغمبر برای مسلمان ها بگو زمانشون که چادر بپوشن سرای خدا پت کنن خوی پیغمبر که سعی میکرد خازمی عشتو گرفته تا کل در چادر از بر خدا هم نمیخ به خدا من قربانی سر چم تو خدا سی میبینی کل مردم چادر داره ما چی رو بگویم چادر در سرتان کنه چادر در سر کل این چادر است ولی خدا من برش گفت که بگو چادرای دن شما زنای مثل ما سر سینا ایدان بندازه تا فرق کنه در سال این کال از پیش تزی که چه زایب اینجا چکی بارده قرآن شریف آمده ای آمده این مربوط به این میشه که کی قرآن چه قسم تعبیر میکنه هر کس به یک زمه خود تعبیرش میکنه هر کس از دل خود یک چیزی جور کده با بخاطره یا جور میکنن که یا سک هستن یا مریض هستن بخاطر از این که یا خود بسیار چشم گنده دارن چشم خراب دارن یک زن از سر سرک میبینن که سجده چرس باز یا تعریف میشن یا ورخطا میشن یا بخاطر که خودشان ایمانشان مردار است چشمشان کثیف است این بردی هایی میاره برد اسلام دی مسلمانی رو برد دیوار می سازن کسی که جاب می کنه ما گفتیم سلام صد سلام اتنا ما اولا قدر اون رو می کنم می مافلی می سن اون چیز رو فالو می کنم گناه نداره که کنیم می کنیم کدام سواب هم نداره کدام سواب هم کمایی نمی کنیم ولی خودی که می خواهی بکنیم بکنیم هر کسی که نمی کنه کدام گناه هم نداره خداوند این شما خوب فکر کنین خداوند نیای مقبول و دراز و چنگ چنگی و بگر زرد و گلابی برای زنا داده بازی رو کتک نزیر چادری کت کنی تنها شوید بینه دیگه کس نمیم همیتی کار میکنه خدا مدام همیتی کار میکنه کل شما با مزرد با مزرد مزاقم نشه کل زنان کل پیدا میکنه میبیس شما چادر میپشین موی چی میکنه یعنی بی منطق بی مناگ پا بازه این گفه را زدی مستر رو چه هم میکنن ملامت هم میکنن رو
جان مشتر کرده آقای حسن صاحب باور به خدا کنید که شما هم جز خانواده های ما هستید. وقتی شما را در برنامه نمی باشید ما پشت شما دق میشیم. من چند سال میشه که شما تش سال میشه که برنامه های شما را میبینم و بسیار شما برنامه ساز و خوب هستید. تشکر فارق گل ما عمر جان سید مسلم شاه جان اصلا من شما را مثل برادر خود تصور میکنم و فامیل ما هستید. من هم به شما احترام. خالد جان سراج نازنین برادر گل ما خدا شکر که میبینم که هستی. امیدوار هستم ساعتت خوب بوده باشه در طول چند مدت از ساعت کامی با ساعت خوب برخوردم. این صدیق جان جمال مشتاق داد تو از خود بگو تیمورشاه حسن تو کی هستی چی هستی آدم خود میگیری ما کلی عقلانه ما گرفتیم برادر عزیزی گل ما صدیق جان جمال من یک برنامه ساز است نام تیمورشاه حسن است برنامه من برنامه اجتماعی و خانوادگی است من فقط چیزی که در اجتماع خود میبینم برای مردم خود میگم یعنی خوب است یعنی خراب است اگر توی رو گناه میدانی و بد میدانی دیگه اون مربوط خودت است عزیز دل من برادری کل من تا پیشتر کنم حیف وقت خاص خاطر ما خود جگر کنم و برنامه را کل کنم یک برنامه که دیگر است که قرمان است داره چه شما روی لین هستی مهربانی کنیم دوست عزیز چون وقتم کم دارم یک سه چهار دقیقه دارم سلام و عرض ادب خدمت شما تیمورشاه جان محترم به خاطر احترام شما صاحب آمدیم که با دست چندین غیر حاضری و غیر حاضری پای گریزی آمده نوال کنی رو میره به وضاحت بکنیم کمی برنامه شما حال دو ساعت است یا یک ساعت است نه برنامه ما حال یک ساعت ساختیم از ساعت 11 تا 12 و به او خاطر باز شما خسته میشین ما هم خسته میشم و راز گوی مال پیرم شدیم زیاد به صد گپ زدم نمیتونم وقتی اما بالغ تا نهان شروع میشه در افغانستان در افغانستان بسیار نارام است به یک ادمنستریشن نو هم آمد که بر شما هم تبریکی میگم که شما هم در این فعالیت ایسا داشتن و خدا کنه که ایره ما و شما کل ما با افعالی نیم انشاءالله برای افغانستان یک چیز شوه و ما خود که خود همی اختلافات درونی جامعه افغانستان و حتی در این مسئله خانه و متفاوت ما از قرآن پاک و عملی ساختن از او در جامعه و باعث خشونت شدن و و این گفا خود سب از چی میشه از جهالت میشه در حقیقت جامعه ما از غذا کده از کار کده از هر چیزی دیگه کده حالی به علم و معرفت زیادتر ضرورت دارست که اول باید آگاهی علمی داشته باشه خب چی رسیم شد به این که راه های حل پیدا شده و ما بتانیم شد که با مو توانایی خود ملت افغانستان یک رهبر خوب پیدا کنه واقعی که اون امور صاحب هر کسی که شما نشانه میگیرین صاحب وقت از او امو پانتای منفی شم صاحب او را اصلا اجازه نمیده که داخل صحنه شود این این پر اختیار چطور ما حل کنیم در جامعه خود چطور ما بتانیم صاحب که ما به یک نتیجه خوب برسیم در آینده بر افغانستان بر ملت افغانستان یک دولت واقعی مردمی را به وجود بیاریم و چطور ما امی ارگانای ملی را صاحب رضایت ببخشیم صاحب که ما ایتا یک گزینه داریم که شما میتونیم توسط عظیم در افغانستان امو واقعا در افغانستان شما میخواییم با خود ما میخواییم اون امور عملی بسازیم اول با حال طالبا و دولت و باز کشمکش ما بین از اینا و به خود امون نظریات جو بایدن که چندین سال قبل هم گفته بود که ملت یک ملت واحد نمیشه و این نظر یعنی خود یعنی اتواع و جدایی در ما بین اون شرایط فرق میکنه اون وقت تو شرایط زمان فرق میکنه اون شرایط فرق میکنه فکر نظر شاید تبیه یعنی او اطلاعی نیست که با اساس واقعیت مطابقت نداره و همین مطابقت از روز اندیشه عالم موجود است ما شما میبینیم و یکی مثلا ما فرار میکنیم از واقعیت خوب خوب نیست اما مثلا را حل نمیزه ما وقت شما را زیاد نمیکنم فقط به خاطر تشکر رئیس صاحب بزرگوار بسیار چند صحبت کردیم
بسیار زیاد تشکر از شما رئیس بزرگوار، بسیار لطف کردیم. شما شخصیت محترم بزرگوار هستید، من احترام دارم به شما. خدا خب دوستان عزیز، گفتیم ما خودمون در برنامه بریداراز به ساعته عادت دارم، ولی برای یک مدت به می شکل میریم، باز انشالله کش میکنیم که بتانیم برنامه را یک کنیم ساده در قلب سازم. ولی حالا دوستان عزیز شما قبل کنیم نظر به زیقی وقت کنیم، من برای من مشکل از ساعت برنامه ساختن چون مصروف کاربار زندگی خود هستم، ولی میبین یکی دو ماه حوصله کنین، انشاءالله باز برنامه را یک نیم ساعت دوام کوشش میکنیم زیادتر بسازیم در خدمت شما باشیم. ولی اگه من امروز چیزایی رو گفتیم به ذوق شما برابر نبودم، مرا به بزرگواریتان ببخشین. امیدوارستم که باز هم هفته آینده چهارشنبه سر ساعت 11 در خدمت شما باشم. از شما دوستان و عزیزان که در برنامه بودین و برنامه را شیر کردین، قربان سر شما. من میتونم گفتم شما هم عضو خانواده ایم هستین، جان و جگر هستین، همیتون دوست دارم، احترام دارم، همه شما برای من گرامی و قابل قدر هستید. من یک شما عزیزان را الله یار سپردیم. شب روز شما بخیر. خدا من یار و مدد دارتم. خدا حافظ. اولین باری که دوستام سرشیر صدف رو دیدن سر میز صبحانه پرشین ستایل ما، پرسیدن این چیه؟ یه نوع پنیر یا کره؟ بهشون گفتم خیلی خوشمزه تره. حالا که اونا هم سرشیر صدف رو مزه و تجربه کردن، از سلیقه صبحانه و سرشیر ایرانی خیلی خوششون اومده. و وقتی که سرشیر صدف جفت میشه با مربای به و انجیر یا حلوا و عسل صدف، او چی میشه؟ بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.